سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. کریستیانو رونالدو کاپیتان تیم ملی پرتغال با سزار آسپلیکویتا مدافع با تجربه تیم ملی اسپانیا درگیر شد. پال پوگبا پس از اتمام قراردادش با منچستر 4.5 میلیون یورو نیز به عنوان پاداش از باشگاه دریافت کرده است. رئال مادرید یکی از جذابترین ها و شاید در حال حاضر جذابترین مقصد برای هر فوتبالیست باشد. لیونل مسی و کریستیانو رونالدو اکنون از حیث افتخار ملی برابر هستند. تیم ملی پرتغال در اولین مسابقه خود در دور گروهی لیگ ملت‌های اروپا در خانه اسپانیا به میدان رفته و با تساوی 1-1 دست یافت. اما برخلاف انتظار کریستیانو رونالدو بهترین گلزن تاریخ عرصه ملی جایی در ترکیب ثابت پرتغال نداشته و بازی را روی نیمکت شروع کرد. فرناندو سانتوس در پایان این دیدار مدعی شده این تصمیم فنی بوده و تردید نسبت به توانایی‌های کاپیتان 37 ساله تیم ملی پرتغال وجود ندارد. کریستیانو رونالدو در حدود 30 دقیقه حضور در میدان تلاش زیاد برای باز کردن دروازه تیم ملی اسپانیا داشته و البته در راه رسیدن به این هدف ناکام بود. اما او در یک صحنه با مدافع لاروخا درگیر شده و نتوانست عصبانیت خود را کنترل کند. دقایق بعد از ورود کریستیانو رونالدو به میدان بود که سزار آسپلیکویتا در یک صحنه یارگیری شدید روی این بازیکن انجام داد و در نهایت باعث عصبانیت ستاره پرتغالی شد. کریستیانو که از رفتار آسپلیکویتا به سوتو آمده بود، کار او را تلافی کرد و با حرکت خشن این بازیکن را تلک کرد. البته به نظر می‌رسد هر دو بازیکن دقایق بعد از رفتار خود پشیمان شده و با یکدیگر خوشوبش کردند. در نهایت این مسابقه حساس با تساوی 1-1 به اتمام رسید و دو تیم امتیازات این بازی را تقسیم کردند. کریستیانو رونالدو جایی در ترکیب ثابت این تیم نداشت و در دقیقه 62 وارد زمین شد. ابتدا دلیل نیمکت نشینی رونالدو عفونت در بدن این بازیکن عنوان شد، اما فرناندو سانتوس اعلام کرد که پیش از بازی به این نتیجه رسیده که از تاکتیک دیگر استفاده کند و به همین علت رونالدو در ترکیب ثابت جایی نداشته است. فرناندو سانتوس گفت: بارها از من سوال می شود که چرا کریستیانو رونالدو همیشه در ترکیب ثابت پرتغال قرار می گیرد. برای این مسابقه به این نتیجه رسیدم بهتر است از بازیکن دیگر استفاده کنم و این تغییر به تاکتیک تیمی ما بیشتر نزدیک بود. این تصمیم ربط به کیفیت کریستیانو نداشت و حتی در این مورد تردید وجود ندارد. لحظات در فوتبال وجود دارد که باید به شیوه متفاوت فکر کنید. ما معتقد بودیم که رونالدو می تواند در نیمه دوم وارد میدان شده و جریان مسابقه را تغییر دهد. ما بازی به بازی تیم را هدایت می کنیم. من میدانستم که میتوانم کریستیانو رو هر زمانی که لازم است به زمین بیاورم. من پیش از شروع مسابقه نیز از این موضوع با خبر بودم و این اتفاق عادی در تیم ملی پرتغال است. در نیمه اول با وجود مالکیت توپ بیشتر برای تیم ملی اسپانیا ما نیز موقعیت‌هایی برای گلزنی داشتیم. همچنین پس از دریافت گل بازیکنان تیم تمرکز راه‌های همکاری خود را در زمین از دست دادند. اما ما در نیمه دوم بهتر شروع کردیم و با مالکیت بیشتر اسپانیا را مجبور به حرکت و دویدن بیشتر در میدان کردیم. علیرغم این که از این نتیجه تساوی مقابل تیم ملی اسپانیا راضی نیستم، خوشحالم که چنین نتیجه موجب نارضایتی می شود. اتفاق خوشحال کننده این است که عملکرد این گروه از بازیکنان در سالهای اخیر باعث شدن مردم باور کنند که آنها می توانند کارهای بیشتر انجام دهند. جمهوری چک حریف بعدی تیم لوئیس انریکه در بازی روز یکشنبه است و سرمربی تیم ملی اسپانیا مدعی شد قبل از شروع جام جهانی قطر شرایط تمام بازیکنان تیمش را به صورت چرخشی ارزیابی خواهد کرد. لوئیس انریکه گفت: بیش از حد معمول شرایط دشوار را متحمل شدیم. در این مسابقه متوجه شدم که حفظ ریتم تیمی برای 90 دقیقه سخت است و احتمال دارد شانس پیروزی را از دست بدهیم. اما من فکر میکنم اسپانیا در این مسابقه خوب بازی کرد. بازیکنان با اراده فراوان با گرما و خستگی فصل کنار آمدند و ما تلاش میکنیم از همه بازیکنان در بازی های آینده استفاده کنیم. فضای داخل استادیوم، تشویق هواداران و نگرش بازیکنانم بسیار خوب بود و من این روحیه تیمی را دوست دارم. حالا زمان بهتر شدن فرا رسیده و خواهیم دید که در چه مواردی میتوانیم پیشرفت کنیم. تحمل فشار برای 90 دقیقه سخت بود و من در کل راضی هستم. اما می توانستیم در مقابل پرتغال برنده شویم، البته ممکن بود شکست هم بخوریم. عملکرد آلوارو موراتا، او در ترکیب اسپانیا و در رده باشگاهی خوب عمل میکند. او بازیکن گلزن بوده و اگرچه ویژگی های عجیب و غریب از خود در زمین ارائه نمیدهد، اما مهره مفید بوده و به درد تیم میخورد. آنسو فاتی نیز می تواند در درازمدت به ما کمک کند. من چیزی که از این بازیکن در تمرین میبینم دوست دارم. البته آنسو فاتی هنوز از ریتم لازم برخوردار نیست و البته این طبیعی نیز است. اما من سرمربی هستم و شما باید در این مورد به من اعتماد کنید. در تابستان سال 2016 بود که پال پوگبا با انتقال 89 میلیون پوند از یوونتوس جدا شد و دوباره بعد از 4 سال لباس منچستر یونایتد را بر تن کرد. اما دوران 6 ساله حضور این بازیکن در اولترافورد چندان موفقیت آمیز نبود و دیروز این باشگاه با انتشار بیانیه رسما اعلام کرد پال پوگبا در پایان ماه جون پس از اتمام قراردادش از منچستر یونایتد جدا خواهد شد. در بیانیه این باشگاه آمده است: همه ارکان باشگاه منچستر یونایتد قصدارند به پال پوگبا به خاطر دوران موفقیت آمیزش تبریک گفته و از او برای کمک‌هایش به منچستر یونایتد تشکر کنند. ما برای او در گام‌های بعدی بهترین ها را آرزو می‌کنیم. از یوونتوس و پاریس سن ژرمن به عنوان مقاصد احتمالی ستاره فرانسوی نام برده می‌شود. البته به نظر می‌رسد باشگاه فرانسوی از کورس جذب پال پوگبا کنار کشیده و اگر اتفاق خاص رخ ندهد او فصل بعد دوباره با لباس یوونتوس به میدان خواهد رفت. منچستر یونایتد در دوران حضور پال پوگبا به عنوان قهرمانی لیگ برتر نرسیده و در لیگ قهرمانان نیز حتی موفق به راهیابی به مرحله نیمه نهایی نشد. این اواخر رابطه پال پوگبا با هواداران منچستر یونایتد نیز شکراب شده بود و او در چند مسابقه آخر خود در اولترافورد مورد سرزنش طرفداران این تیم قرار می‌گرفت.
در همین رابطه نشریه تایمز فاش کرد که منچستر یونایتد در پایان قرارداد ستاره فرانسوی 4.5 میلیون یورو نیز به عنوان پاداش وفاداری به وی پرداخت کرده است. این مسئله خشم دوستداران منچستر را موجب شده و آن را به مورد غیر ضروری میدانند، به خصوص اینکه یونایتد با داشتن پوگبا فقط یک لیگ اروپا و جام اتحادیه را فتح کرد. در اوایل هزار جدید رئال مادرید قدرت برتر نقل انتقالات بود و فلورنتینو پرز توانست تیم کهکشانی را تشکیل بدهد. رئال تقریبا هر بازیکنی که را دمی کرد به خدمت می‌گرفت، ولی دو دهه بعد شرایط کاملا تغییر کرده و حالا سیتی و پی ای جی، دو باشگاهی که دولت‌های امارات و قطر را پشت سر خود دارند، حرف اول را در بازار می‌زنند. با لطف پول‌های نفتی این دو باشگاه در رقابت با رئال مادرید و دیگر قدرت‌های سنتی اغلب برنده اند و بازیکنان مد نظر خود را جذب می‌کنند. آخرین نمونه کیلیان امباپه بود که به نظر می‌رسید راهی رئال مادرید خواهد شد، ولی در نهایت قراردادش را تمدید کرد. رئال مادرید چند سال است که استراتژی خود را در بازار تغییر داده و حالا برای جذب بازیکن به دو روش متصاول می‌شود. اولی جذب بازیکنان جوان و مستعد در مقطعی است که هنوز قیمت بالایی ندارد. وینیسیوس، کاماوینگا، رودریگو گویز و فیده والورده بهترین مثال در این زمینه محسوب می‌شوند. هر چهار بازیکن در اوج جوانی برای رئال ملحق شدند و حالا قیمتشان مضاعف شدند. روش دوم وسوسه بازیکنان با افتخارات و ارزش‌های باشگاه است. رئال مادرید چند به شب در پاریس برای 14مین بار توانست فاتح لیگ قهرمانان شود. اختلافش با تیم پرافتخار دوم یعنی میلان را دو برابر کرد. انتقال به رئال مادرید ساده‌ترین راه برای رسیدن به لیگ قهرمانان است و مدیران باشگاه در مذاکره با گزینه‌های مدنظر خود مستقیما به این مسئله اشاره می‌کنند. داوید آلابا و تونی رودیگر به همین شکل و در حالی که پیشنهادات خوب دیگر هم داشتند جذب رئال شدند و باشگاه مادریدی این روزها در راه جذب اورلین شوامینی از موناکو نیز به همین سیاست روی آورده است. شوامینی پیشنهاد دستمزد بالاتر از پی جی دارد، ولی گزینه اول او رئال مادرید است. تنها مانع این انتقال توقع مالی بالاتر موناکو است، اما رئال در مذاکره با خود بازیکن توانسته توافق را نهایی کند. بریال بیا و قهرمان چمپیونز لیگ شو. این میتواند سریع‌ترین پیغام برای وسوسه هر بازیکن باشد. پیروزی 3-0 تیم ملی آرژانتین برابر ایتالیا در ورجای ویمبلی لندن در جام بین قاره‌ای میان قهرمان اروپا و آمریکای جنوبی سبب شد که میسی کاپیتان آلبیسلسته دومین افتخار خود را در رده ملی را هم کسب کند. میسی که در این بازی دو پاس گل، یعنی گل اول با لاوتارو مارتینز و گل سوم با پاولو دیبالا داد و در پایان بازی هم به با عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد، با این پیروزی دومین جام خود را در رده ملی پس از فتح کوپا آمریکای سال 2021 را کسب کرد. با این ترتیب کاپیتان 34 ساله آلبیسلسته با کریستیانو رونالدو کونیز دو افتخار ملی دارد، یعنی قهرمانی در لیگ ملت‌های اروپا و یورو 2016 در ضمن تعداد جام‌ها در رده ملی برابر شد. میسی پس از این بازی گفت: بازی امشب یک بازی بسیار خوب برای تیم ما بود، چرا که ایتالیا تیم فوق‌العاده‌ای است. میدونستیم که یک بازی جذاب از آب در میآید و در آن باید برنامه خوب داشت تا بتوان قهرمان شد. با نظرم این یک فینال زیبا و ورزشگاه هم پر از آرژانتینی بود. در کل تجربه‌ای که از این بازی داشتیم بسیار زیبا بود. میسی سال گذشته به آرژانتین کمک کرد تا با غلبه بر برزیل در فینال کوپا آمریکا به انتظار 18 ساله‌اش برای کسب یک جام پایان دهد. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.